دوباره میگم اینجا پایتخت جمهوری لیتوانیه، در شرق لهستان، شمال شرقی لهستان. اینجا ایرانی خیلی کم یا شاید اصلا پیدا نمیشه. موضوع مهاجرت با موضوع سفر خیلی فرق میکنه. یه عده میرن سفر بر میگردن ولی مهاجرت یه رو میچست به اینجا. موضوع مهاجرت این آقا به نظرم ایرانی اومد. در مورد مهاجرت یه عده اصلا میرن هی سفر، همیشه سفر میکنن بر میگردن یا میرن مثلا درس میکنن چند سال، اونم مشکل نداره، درس میکنن برمیگردن، میرن برای مهاجرت درس میکنن برمیگردن. اینکه کلن از کشور خارج نمیشن، همچنین دوره همن همچه هستن، خیلی هم خوبه، مثلا به من چه، خود چون میدونم. ولی قضاوت راجع به موضوع مهاجرت خیلی سخته، سخته، یه مسئله شخصیه. یعنی من نمیتونم بگم مهاجرت خوبه یا بده، هر کسی خودش تصمیم میگیره. ولی سفر خوبه، تو سفر آدم های مختلف میبینه، ماشین های مختلف میبینه، کارهای مختلف هم میبینه. ما امروز اینجا جمع شدیم تا ذکر مصیبت مردی رو بگیم که 30 سال آزگار در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکرد و آخرش هم وصیت کرد که خودشو در تهران وقتی که مرد خاکش کنه. خیلی زحمت کشیدین، از راه دور و نزدیک اومدین، همه شما قدمتون رو چش بنده جای داره، ولی یه چیزی بگم که دلتون آتیش بگیره. این مرد نازنین، میدونی کجا مرد؟ تو شانزلیزه. برای آقای آمارد چقدر زود مهاجرت این تو گره. آقا اونا که به هر کسی به این زودی این تو نمیدن. ای خدا، من دم در بودم، یکی از این دوستان داشت از کرامات این مرحوم صحبت میکرد، میگم این مرحوم تمام خیابونه ببرنه، تمام ببرنه هیز و این کف دستش بلد بود، از هر جایی خرید نمیکرد، هر موقع میخواست چیزی بخره حتما میرم والمارت، تابستون میخواست اسکی بکنه میرفت کوههای آل، هر موقع دلش میگرفت میرفت قدم میزد کجا؟ تو سنچورال پارک. دوستان عزیز از آن بزرگوار، از آن مرحوم دو تا دختر باقی مونده، یکی نیکی خانم تو دانشگاه ماساچوستس لیسانس گرفته، و یکی هم سارا خانم که از هنرکده واتسون مدرک گیپور بافیشو گرفته. در پایان هر عزم اجازه بدین باید اول تشکر کنم از خانواده های کمالی، قنبری، زتا جوز، جانی دپ، اسکولاری، برلوسکونی، بازماندگان وسیله پذیرایی هم اتفاقا تدارک دیدن، حتما تشریف داشته باشین. لازمه ذکر که استیک با پوره سیب زمینی غذای مورد علاقه اون مرحوم بود، حتما با سس قارچ در هتل شیرازه.
میتونم رسیم؟ فکر کنم مال سگه که کمربند هم باشه. بله بازش بکنم. میتونم رسیم؟ فکر کنم که مال عینکم و موبایل هم باشه. میتونم رفتم؟ مال سگک نبود؟ فکر میکنم که مال این شمشه طلا بود، مال خالمه. میتونم رفتم؟ سگ میتونم رفتم؟ مال سگک نبود. بله عوض بخوام. میتونم رفتم؟ میتونم بچم؟ مال سگک که نبود. ببخشید. خیلی من جو مجتمع تجاری میزنم. میتونم بچم؟ میتونم بچم؟ مال سگه که نبود. چیز دیگه هم که نبود. ببخشید مال باتری قلبمه. الان درستش بکنم. میتونم بچم؟ متشکرم. خسته نباشید. بابا من دانشگاه قبول شدم. دانشکده ایکس وای زد لوکزامبورگ منو پذیرش کرده. احسنت؟ دانشگاه ایکس وای زد؟ بله لوکزامبورگ. بله. تبریک میگم پسرم احسنت. تو مایه افتخار من هستی. ولی شما که دیپلم ندارین؟
بله من اینو گفته بودم بهشون، منتها از من چند تا سوال کردن، دیدن سطح اطلاعات عمومی بالاتر از دیپلمه و همین خاطر منو پذیرش کردن. فقط اینجا نوشته اگه همین الان ثبت نام نکنی دیگه ملغا میشه، نمیتونی بعدا ثبت نام کنی. اصلا ثبت نام کن پسرم، همین الان ثبت نام کن، نگران هزینه هاش هم اصلا نباش. بله چشم. فقط اینجا باز نوشته که هم میتونین حضوری بیاین درس بخونین، هم غیر حضوری. چیکار کنم؟ خب غیر حضوری رو بزنی خیلی بهتره، همینجا پیش خودمونم هستی، خیالمون راحت، لوکزامبورگ هم پر گرگه. غیر چشم حضوری. چشم. پس الان فقط اجالتا باید $30,000 بابت این غیر حضوری پرداخت کنیم. $30,000. بله. چشم. شما بقیه مراحل ثبت نامو انجام بده، من الان چکشو می‌نویسم. خب $25,000 برای واحدهای ترم اول، $11,000 برای هزینه غذا و رفت آمد. مگه شما غیر حضوری نزدین؟ چرا، منتها اینجا نوشته دیگه باید حضوری هم پرداخت بشه دیگه. بسیار خوب. بعد الان که داریم می‌نویسین، $18,000 برای اردوهای علمی تابستونیه، $5,000 برای شهریه ترم اوله، $3,000 کمک به ساخت سردر دانشگاه. پسرم یواشتر بخونید، من عقب افتادم از شما، یکی یکی بگین. بله چشم. البته پدر وام دانشجویی هم داره، منتها اول باید $5,000 بریزیم به حساب صندوقش. $5,000. بله. خب $8,000 مالیات ارزش افزوده داره برای واحدهای ترم سوم. $20,000 هم کمیته انضباطی دانشگاه جریمه‌ام کرده. چرا؟ نمیدونم، چیزی ننوشته، ولی خب $10,000 واسه کمیته استیناف باید بدیم. هزینه و ارسال مدارک هم میشه $50,000. تموم شد؟ تمام شد. بسیار خوب. این چکا رو بگیر، آماده است، بیا. بفرمایید. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید این مدرکتون. دستتون درد نکنه. این چکام خدمت شما. متشکرم. زحمت کشیدید. خداحافظ. بابا من دکتر شدم. ببینم. مدرکم اومد. دکتر. دکتر سامان. پسرم تبریک میگم. متشکرم. من واقعا بهت افتخار میکنم. فقط باید یه قاب مناسب پیدا کنیم اینو بذاریم این بالا. دکتر سامان. بیا. همین دوتا هیچ کی نی، همه مهاجرت کردن رفت. بیا میبرو بگی میبرو نشون بگی. بیا اون برو نشون بده، اون برو نگاه کن. اینه میگن مهاجرت، اینه یه بارون اومد همه کشور ترک شد. ببین اینجا موکته، اینجا تو خونت نشستی، تو هنوز مونده اروپا رو بشناسی، تازه اومدی یه مدت اینجا باش، با این فرهنگ، با رگولیشن و قانون، همه چی بر اساس رگولیشن. نگاه کن، ببین اینجا کن، نگاه کن، خوب نگاهش کن. دیدی چیکار کرد؟ دیدی چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ ببین داشت راه میرفت وایساد، دیگه راه نرفت، دست که جیبشو گشت، وقتی جیبشو گشت تمام شد راه رفت. یعنی کارا رو با هم این خارجی ها قاطی نمی کنن اروپایی، حالا ما باشیم ایرانی ها باشیم، چون راه میریم دست تو جیبمون، صد تا کار رو میخواییم با هم انجام باشیم. دقت نکن 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 اینو نکن. دیدی چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ متوجه نشدی چیکار کرد؟ ببین داشت قدم میزد وایساد، موسیقی زنده اجرا کرد. ببین این خارجی ها هنری که دارن رو دریغ نمی کنن، در اختیار عموم میذارن، برای همه است. حالا یه ایرانی باشه بخواد سوت بزنه، میره زیر ماشین، میره پشت یه درخت سوت میزنه که کسی نشنوه، چون خسیسی. ما ایرانی ها ببین چیکار کرد. نکن قشنگ نگاه کن، ببین چیکار میکنه. دیدی چیکار کرد؟ فندکش خراب شد، انداخت تو. بابا فندکش، الان ما ایرانی ها بودیم چیکار میکردیم فندکمون خراب میشد؟ 300 نفر آقا آتش داری، آقا آتش داری، آقا آتش داری، اینا مزاحم دیگران نمیشه. فندکو میندازه دو کار میکنه، یا میده یه فندک میخره، یا کلا سیگارو ترک میکنه. همه کارشون رگولیشن. کافی کد اینو گوش کن، نگاه کن، نگاه کن جان. وات تیک ایت آف. یس یس یس. نگاه پلیز. ثانک یو. Thank you. دیدی چیکار کرد؟ نفهمیدی؟ زورگیری کرد. بوده اینا به اندازه نیازشون زورگیری میکنن. ببین الان سردش بود، کت منو از من گرفت. حالا فکر کن یه ایرانی میخواد زورگیری کنه، جوراب منم از پام در میورد. چجوری رفتم خونه؟ همه کارشون order and regulation، قاعده و قانون و نظم داره.
سرده فقط. الان سرده فقط. اونم به خاطر چیزها. کلن اروپا سرده. بریم خونه. کجا؟ بریم خونه. شما کنسرت گذاری؟ نه من فقط سپاسگزارم. و چرا به بهانه کنسرت‌های خارجی به مردم بلیط می‌فروختی و تیغشون می‌زدی؟ من دیدم شب عیده، مردم حوصله‌شون سر رفته، می‌خوان یه آب و هوای عوض کنن. بعد آگهی دادم، گفتم بیام بریم کنسرت عشق و حال. و چرا نفرستشون کنسرت عشق و حال؟ دیگه صلاح ندونستم. من رفتم یه تحقیقاتی کردم، دیدم قیدل غافل همه اون خواننده‌ها غیر مجازن. منم با اخلاق کنسلش کردم. پس چرا پولی که ازشون گرفته بودی رو بهشون پس ندادی؟ دیگه همه پولاشون صرف همون تحقیقات من شده بود دیگه. شما از آدمایی که جلوی فسق و فجور جوونا رو میگیرن مثل من تقدیر نمی‌کنی؟ چرا، به وقتش. خیلی ممنون. بعد شما دفتر مهاجرت هم داری؟ نه آشنا دارم. کجا می‌خوای بری؟ آره آره برو برو، پشت میز داری حروم میشی. حیفین شما. 1700 نفر ازت شکایت کردن که با وعده مهاجرت از طریق کشورهای عربی ازشون کلاهبرداری کردی. نه کلاهبرداری کدومه، من دست تک تکشون رو گذاشتم تو دست جاسم، انداختمشون تو قایق موتوری، راهیشون کردم رفتن. شکایت کردن که وسط را ولشون میکردیم به امون خدا. یه جاسمه، یه قایق موتوری، 7000 نفر مسافر زیر آفتاب. جاسم هم چاره ای نداشت، 50 تا 50 تا سوار قایقشون میکرد، بعد میبردشون تو آب. ساحل که از دور معلوم میشد مینداختشون تو آب، میگفت بری خوشبخشی، شنا میکرد. 47 نفرشون غرق شدن. من بهشون گفتم قبل از حرکت همه تو مایو بپوشین. دیدم چند نفرشون ماماندوز پوشیده بودن. این ماماندوز آب میکشه به خودش، سنگین میشه، آدمو میکشه زیر آب. غرق شدن برای اون. یه درم که از مرز ترکیه رد میکردی. اون دیگه جاسم نبود، کوزهی بود. کی؟ کوزهی بود، الاغ داشت. من دست تک تکشون رو میذاشتم تو دست کوزهی، میفرستادمشون اون بر موفق شن. یه دشون بودم خواستم موفق شن آخه. شکایت کردن که 100 متر بعد از مرز ترکیه تو کوه و بیابون ولشون میکردیم تو برف و سرما. دیگه همه بار موفقیتی، چون که رو دوش من تنها نبود. 25% من، 25% الاغ. بقیهش دیگه به جربوزه خودشون برمیگشت. شما الان بیا برو ببین اون بر آب با جربوزه هاشون چه خواننده هایی شدن واسه خودشون. شما نمایندگی دانشگاهی معتبر جهانی هم هستی؟ نه، یه مراوده های کمی باشون دارم، جست و گریخته. 350 نفر به خاطر فروش مدرک ازت شکایت کردن. ببینید اینا چیز من، ببین یه عده بودن، اونا مغز بودن، میخواستن فرار مغز ها کنن. من یه پول پرواز هوایی ازشون گرفتم، یه پول خورد و خوراک و یه پول مسکن با یه پول مدرک، یه مدرک معتبر گوشتم تو دستش. تو بیجا میکردی؟ بیا خوبی کن، بد کردم نذاشتم برن 4-5 سال تو غربت آواره بشن، بد کردم نذاشتم فرار مغز ها کنن. شما از آدمایی که جلوی فرار مغزا رو میگیرن اینجوری تقدیر میکنین؟ چند صد میلیون میگرفتی، مدرک جعلی میدی دست مردم و تقدیرم میخوای؟ شما به اون عده کمی که از من شکایت کردن، به اون مدرکای اونا فقط توجه نکنین. یه عده دیگه ای الان با مدرکای من دارن کار میکنن، به اونا توجه کنین. تو چرا انقدر پر روی؟ بابام پیشالا تشریف بیاری خونمون بابا ببینین، انقدر رو داره. پر رو، وقی، طلبکار. پاش رو ببینم. یه گمشو هم بگو. گمشو.
که هستم لهستانه. اینا دارن هاکی رو یخ بازی میکنن. همه هم مهاجرن احتمالاً. اکثرشون مهاجرن. ولی به نظرم آها هیچی گل کوچیک خودمون نمیشه. اصلا چیز دیگه است. برای همین بهتر انسان توی وطن خودش بمونه. سلام. امروز 22 اردیبهشت روز ملی حمایت و تکریم نخبگان است. به همین مناسبت در خدمت جناب پروفسور جهانگیر خافی بیک ریاست محترم معاونت ستاد زمین‌سازی برای بازگشت نخبگان مهاجر به کل کشور هستیم. جناب پروفسور خیلی خوش اومدید به برنامه ما. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که مناسبت نامگذاری این روز چه هست و چرا 22 اردیبهشت؟ بله، من از همینجا خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که روز 22 اردیبهشت روز تولد آقای کامران خرسنده. آقای کامران خرسند؟ ما وظیفه خودمون دونستیم که از آقای خرسند حمایت کنیم. به همین خاطر اول ایشون مخالفت میکردن، میگفتن که روز تولد بو علی سینا رو بگذارید. ما تحقیق کردیم، بررسی کردیم، دیدیم بو علی سینا تقریباً 2-3 باری برای کسب علم ترک وطن رو کرده بودن. به همین خاطر به ایشون گفتیم که بزرگوار شما هستید که اینجا موندید، شما هستید که نرفتید، شما هستید که نخبه هستید. ایشون یک مقدار اشک گوشه چشمشون جمع شد، گفتن که باش. بله، میشه بفرمایید که راهکارهای اصلی ستاد شما برای زمین‌سازی بازگشت نخبگان به کشور چیست؟ بازگشت نخبگان به کل کشور. ما میخوایم نخبگان به کل کشور بازگردن، به شمال، به جنوب، به شرق، به غرب، مرز بازرگان. هدف ما همه جای ایران است. خیلی عالی. فقط بفرمایید که چه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، چه از نظر معنوی و چه از نظر اقتصادی و مالی، برای اینکه این عزیزان به کل کشور برگردن. تصدیق بفرمایید از نظر معنوی هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. توی خارج غذای درست حسابی هست؟ خیر. شمال هست؟ شمال پیدا میشه توی خارج؟ خیر. کیش هست؟ خیر. شما یه شیشلیک اینجا میل میکنید 40,000 تومان میشه معادل 8 یورو. اونجا 8 یورو یه نصف سوسیس هم به شما نمیدن. بنده اینجا در قالب این برنامه هدفمند تبلیغی به نخبگان عرض میکنم، نخبگان برگردید. بله. وقت مشوق‌های مالی و اقتصادی چطور؟ خوشبختانه همکاران بنده در وزارتخانه‌های متفاوت و بخش خصوصی یک بسته بسیار با ارزش حمایتی تشویقی برای این نخبگان عزیز در نظر گرفتن که عرض می‌کنم. اول از همه پایه حقوق این بزرگواران از 800,000 تومان رسیده با 150 ساعت اضافه کاری تشویقی 965,000 تومان. یاران این بزرگواران رأس هر برج اول از همه به حساب این بزرگواران پرداخت میشه. کارت سوختی که برای این بزرگواران در نظر گرفتن در مقطع کارشناسی 300 لیتر بنزین، در مقطع دکترا 400 لیتر بنزین هستش. و از همه مهمتر در بخش خصوصی سبد کالایی که برای این عزیزان در نظر گرفتن 2 تا ماکارونی بیشتر داره، پنیر بزرگتری داره، یک کارت هدیه 50,000 تومانی داره و در فرودگاه هم این عزیزان برای پرداخت اضافه بار در صف قرار نمیگیرن. بله، خیلی عالی. اون وقت در زمینه مسائلی مثل اشتغال، مسکن، بیمه و مسائلی نظیر این هم آیا فکری شده برای بازگشت این عزیزان؟ اون که خودش جور میشه. از قدیم گفتم پول 3 چیز جور میشه: پول عروسی، پول بچه دار شدن، پول بازگشت نخبه به کشور. بله، خیلی ممنونم جناب پروفسور از حضورتون در این برنامه. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
چی بود مثلا خارج؟ خارج چی میگن؟ اینقدر کسل کننده چی بود؟ پیچ. اصلا نه کسی آدمو میشناسه، نه کسی با آدم محبت میکن، نه کسی میزنه دهن کسی، اصلا نه کسی کاری با کسی داره، نه ترافیکی، نه دودی، نه استرسی. چیه اصلا کسل میشه آدم؟ نه قرمه سبزی هست، هیچ. اصلا کسی به کسی کاری نداشت. دق کردم خب، هم هر کی تو سر کار خودشه، اصلا نه کسی فضولی میکنه تو کار کسی. چقدر بیمزن اینا. اصلا نه کسی کاری به کسی داره، اصلا نه کسی سرک تو زندگی کسی میکشه. شب میخوابن، صبح زود پا میشن، یا دارن کار میکنن یا درس میکنن. چیه کسل کننده؟ چی زندگی شد؟ پاریس کسی رو داری؟ پاریس؟ مگه اینجا سفارت فرانسه است؟ من میخوام برم ترکیه؟ نمیدونی سفارت ترکیه کجاست؟ چه چیزایی واسه ویزا میخواد؟ ویزا نمیخواد که، یه مایو، یه صندل، همه چی هم آل اینکلوسیو. چه دی؟ برو خوش باش. برو. من میخوام برم فرانسه. شنیدم تو فرانسه به کارا حقوق میدن. میخوام برم فرانسه کلاً بیکار شم. میمونه؟ خب میرفتی سوئیس. درسته یه ذره هواش سرده، ولی حله، مشکلی نیست. اگه بخوای یه وکیل خوبم بهت معرفی میکنم. داری؟ وکیل آشنا داری؟ ببین فقط من یه مشکلی دارم، این وکیلت میتونه حل کنه. کارت پایان خدمت نمیخواد وکیله. کارت پایان خدمت نمیخواد، اما پاسپورت میخواد. پاسپورت. پاسپورت. ببین داداش، من کشور بلدم. خب این اصلا آفتاب ندیده است. یه ماهه ویزای 4 ساله میده، ولی الان جنگه. ولی قول دادن تا یه سال دیگه جنگشون تموم شه. جنگ که تموم شه میخوان به سبک پاول ندوت کشورشون رو 10 ساله گسترش بدن. بری اونجا برد کرد. داداش دمت گرم، مثل که تو خیلی وارده. اسم کشور چیه؟ به من تا حالا به کسی نگفتم، ولی اگه قول بدی بین خودمون بمونه به شما میگم. شما بگو. سیرالیون. آه مای گاد، مای گاد، به جون فادرم، به جون مادرم. من خودم پارسال میخواستم برم اسم این کشور یارم رفته بود، خیال شدم. اصلا من پام، بریم سیر لاممون، بریم داداش، هستی؟ داداش شما اجازه. فقط این وکیله رو اگر آره. شما کجا میخواییم بریم؟ دروازه دولت. نه، یعنی که کجا میخواییم مهاجرت کنیم، کدوم شهر؟ شهر؟ شما مگه وقت سفارت نداریم؟ نه. پس چرا اینجا وایستادیم؟ با مترو، ما یه صف مترو نیست اینجا. من همیشه گفتم، بازم میگم، شوهر من خیلی باهوشه، خیلی مغزه. برای همین چند بار خواستم فرار مغزها کنم، نذاشتن، گیر افتادم چون فرض نبودم. دیگه گفتیم هر کاری واسه خودمون نکردیم واسه این بچه‌هامون بکنیم. گفتم بچه باید بره خارج، اینجا واسه چی؟ اونجا واسه موندن نیست دیگه. یکی از بچه‌هامون خیلی درس خون بود، با استعداد، باهوش، نابغه، 25 سالگی سیکلشو گرفت. بی شعور، بی مدرک، بیکار، هیچی نداشت. گفتم تو واسه اینجا موندی، باید بری خارج دیگه. خودمون فرستادیمش خارج. من خودم چمدونشو بستم، واسش لباس گذاشتم، گردو گذاشتم، خورما گذاشتم. نامردا تو همون فرودگاه به جرم اضافه بار گرفتنش. آخر سر گفتم بچه تو نباید اینجا بمونی، تو میخوای آزاد باشی، اینا نمیذارم، بیا برو خارج. رفتم با یه قاچاقچی انسان صحبت کردم، گفتم اینو بر خارج. گفت کجا؟ گفتم هر جا. گفت استرالیا. گفتم چرا نه، بردن استرالیا بی شعور. بعدن گفتن کرایه را کم دادیم، تو مسیر کویت انداختنش تو آب. آخرین بار تو خلیج فارس دیدن داشت شنا میکره به سمت ایران. همین امروز فرداست دیگه برسه به خونه دیگه. عزیز دل من، پدر دیگه خود چشم انتظاره. آره. بچه‌مو غرق شد ولی به آرزوش رسید، مرد ولی با شلوارک مرد. آخ یه بچه دیگه داشتیم، چشم ابرو مشکی، دماغ قلمی، عملی، این علاف بیشور. میگفتم بچه تو اینجا نباید بمونی، تو خوشگلی، تو اونجا فقط کافی تو خارج دلا بشی و بول جمع کنی. به بچه‌م میگفتم مادر تو خیلی چشم ابرو مشکی هستی، دخترای خارج میمیرن واسه مردای چشم ابرو مشکی. آخ روزا همین روزاست که رو هوا ببرنه.
خودت گارسون شد روزا. آره. رفتش به جایی که دلاشو پول جمع کنه، دلامشو بشخاب برمی‌داشت بیشعور. شبا هم میرفت سر چهارراه وا میساد، هی بیان ببرنش. آره هی میآورد که ببرن نمیبردن. یه روز وایساد که هی ببرن نبردن، یه ماه وایساد هی ببرن نبردن، همینجوری وایساد نبردن. بالاخره بیشعور اون بچه دیگه دید که اینا کلا نبرن، خودش مجبور شد بره دنبالش. بیگناه بچه، بیگناه بیگناه. میدونی چی گفتم زن؟ این خانواده ما بهشون خارج نیومده، باید همینجا بمونن برای دل خودمون. خب چه دونه گفتم شما که میخواین برید تو خارج تلفشید، تو قربت تلفشید، خب بمونید تو همین خاک خودتون کنار خانواده خودتون تلفشید. آخر سرم به اتفاق موندن در کنار خودمون، تلف شدن به اتفاق. خیلی حال داد. میگم شما خیلی چشم ابروی مشکی داری. خیلی.